با درود حضور شما بینندگان گرامی تلویزیون ITC، اسد زری‌مهر هم در خدمت آقای دکتر ناصر عابدی، وکیل رسمی در کانادا هستیم. آقای دکتر خوش آمدید. با سلام خدمت شما و همچنین با سلام خدمت بینندگان تلویزیون ITC که این برنامه رو دارن ملاحظه میکنن. خب خوشبختانه کرونا که همش یک کابوسی شده بود تا حدود زیادی کارشو کم کرده و رفته کنار، سویه های مختلفی میاد ولی فاصلمون به هم دیگه نزدیکتر شده، مثلا برگشت به نرمال. دو متر فاصلمون دیگه شده یه متر. خب تابستون هم که در پیشه، در پیشه هم چند روز دیگه است و شما سبزکاری این حرف هم انجام دادین با امید خدا. قسمت سبزکاری دست خانم هست، دست خانم هست. ما فقط آبیاری و این حرف ها که بکاریم هست. برها فصل زیباییست در وقتی مخصوصا در کانادا که ما کل زمستون داریم، به همین خاطر به بهار که میرسه، تابستون که میشه، اصلا پرواز میکنیم تا اون کسانی که همیشه همه فصل واسه شون بهار و تابستونه. خب وضع دادگاه ها چطور؟ بازم همینجور آنلاینه؟ آره، هنوز دادگاه کانادایی فعلا مسیری که در پیش دارن اینه که آنلاینه، ولی خب مقررات تغییر میکنه، آپدیت میشن. یک سری دادگاه ها آنلاینه ولی یک سری دادگاه ها از حالا پیش بینی شده که حضوری خواهد بود. مثلا دادگاهی که ما الان در حال حاضر داریم، تا چند وقت پیش برای موشن درخواست نمی‌کردن که ما لباس مخصوص وکالت رو بپوشیم، ولی از هفته گذشته این به اصطلاح اعلامیه رو دریافت کردیم که همه باید لباس بپوشن مخصوص در دادگاه حضور پیدا می‌کنن. تا از ماه جون دیگه ما میریم به سمت نرمال شدن دادگاه ها، به اضافه اینکه خب آنلاین برای خودش یک موقعیت دیگه ای رو ایجاد کرده که دادگاه برای اینکه وکلا آنلاین مثلا شرکت بکنن یک سری مقررات جدیدی رو وضع کردن برای وکلا که بر اساس اون شرایط وکلا موظفن که مثلا در بعضی از دادگاه ها لباس مخصوص بپوشن، حتی برای کنفرانس ها که در قبل از پندمیک ما این مطلب رو نداشتیم، ولی الان برای اون دادگاه بودن که وکلا که حاضر میشن حتما باید با لباس مخصوص وکالت باشه و یک سری محدودیت هایی رو گذاشتن. مثلا موقعی که توی دادگاه هستی تنها نوشابه‌ای که میتونی داشته باشی کنارت آب خواهد بود و انگار که فرض کنی که در مقابل قاضی در دادگاه حضور داری، تمام شرایط دادگاه معمولی رو در دادگاه های آنلاین دارن وضع میکنن که قبلا این مسائل رو ما نداشتیم و یه سری دادگاه از حالا پیش بینی میشه که میخوان حضوریش کنن که فقط موندن کی. پارسال بحثایی که بین وکلا و قضات مطرح بود و سمینارهایی که توی این زمینه گذاشته میشد، بحث این بود که بذارن از اول ژانویه، ولی اومدن ویروس کرونا و محدودیتی که در یه مقطع ایجاد کرد همه پروگراما رو به هم ریخت، ولی احتمال میدیم که از اول سپتامبر یا اواخر سپتامبر دادگاه ها برمیگردن به حالت معمولی و سعی میکنن که وکلا و طرفین دادگاه، طرفین دعوا رو در دادگاه ها ببینن تا بتونن مسائل رو بررسی کنن. هم آید تو بس ممکنه هر دوتا رو داشته باشن، هم آنلاین باشه و هم یا آنلاین کلا از بین میره. فعلا آنلاین هست چون نتیجه داده. به نظر من ایه جهت های آنلاین رو نگه میدارن چون ممکن در آینده دوباره ویروس های مختلف پندمیکی باشه، به طب قالب آنلاین رو دارن نگه میدارن و بر اساس همون قالب آنلاینه که تغییراتی که پیداشته. مثلا ما الان همه چی رو باید از پورتال مختلفی وارد دادگاه بشیم و بر اساس اون پورتال ها فایل بکنیم داکیومنت ها رو. خب به طب این قبل از کرونا نبود و ما به یه روش های سنتی و دیرینه ای عمل میکردیم که شخص میرفت دادگاه، پرونده رو تحویل میداد و تو سندهای مختلف یا دفاتر مختلف دادگاه این ثبت میشد که مدارک رسیده، ولی الان دو طریق ما باید این مدارک رو به دادگاه برسونیم که خب این خودشیه که تغییر زیادیه در سیستم
که این دو نوع تغییر کمک میکنه که قاضی بتونه مدارک رو ببینه راحت و بحث بکنه. مثلا من تقریبا دوم جون یه دادگاهی رو داشتم که راجبه مطلبی بود و خب به افیدیویدهای مختلف استناد میکردم که توی برمنده از طرف دفتر ما مثلا 4 تا قسمنامه به دادگاه ارائه داده شده بود. قاضی میگفت فقط به من دیتو بگید و بگید کجاست. بهش گفتم مثلا در فایل ما پرونده هایی که داکیومنت های مخصوص موکل من در فلان روز این افیدیوید وجود داره. بعد خیلی راحت پیدا میکرد و میگفت خب حالا توی این افیدیوید هم خب برید صفحه فلان جا، اینجا این صفحه که اومده اینجا این مدرک به صلاح چیز شده. یعنی اینجوری کمک بسیاریه که دادگاه الان آنلاین دارن تحویل میگیرن. من فکر نمیکنم به راحتی دیگه برگردیم به اون دوران فایلینگ معمولیمون، بلکه دادگاه هم خوش مایلن که اینا فایل شده باشه، هم نیروی کار کمتری از دادگاه میبره، هم لحاظ استوریج واسه دادگاه خیلی مناسب تره، چون اینجوری دادگاه به استوریج خیلی زیادی احتیاج نداره، بلکه استوریج همه آنلاین میشه، همه چی دیجیتاله، فضای خیلی 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 کمتری رو میگیره. آقای دکتر مثلا منطقی نیستش که برای جلوگیری از این انباشتگی واسه پرونده ها که فراوان هستن، پرونده هایی که زیاد شده باشه الان که تو پاندمی این چند ساله قطعا رو هم شده بیشتر شده، آیا برای پیشگیری و جلوگیری از این و کم کردن این انباشتگی بهتر نیستش که هم آنلاین باشه هم چیز، یا اینکه تعداد قضات کمه؟ بحث تعداد زیاد پرونده که تو دادگاه هست تنها راهی که میتونه رفع نیاز بکنه بحث اینه که قضات زیاد شن، یعنی کسایی که بیفتن پشت پرونده رو ببینن و نظر مناسب رو نسبت به پرونده بدن. ولی در این که عرض بنده این بود که ما علاوه حجم پرونده‌ای، خب دادگاه با حجم مثلا اتاق پرونده شد دیگه دیجیتال خواهد بود، دیگه این نیست که نیاز داشته باشه یک فیزیکی یه اتاق خیلی بزرگی رو نگهداری کنن و بخوام پرونده ها رو تک تک بررسی کنن. حتی ما هنوز تو دفترمون به خاطر شرایطی که داریم هنوز مجبوریم که پیپر ورک رو داشته باشیم، به دلیل اینکه مدارک رو میبینیم بعد ما واسه روزهای دادگاه که آماده میشیم احتمال داره که پرونده یه بلایی سرش بیاد، مایلیم که همه چی پیپر باشه که اگه دسترسی به کامپیوترمون یه موقع مشکل شد یا در عرض یک ساعت باید چیز کنیم، احتیاط داریم که حتما پیپر ورک باشه، رو پیپر ورک ها مارک مختلف باشه که وقتی با قاضی صحبت میکنیم ریفر بدیم به قسمت های مختلف. و این خب خیلی کمک بسزاییه که در زمانی که تو دفتر هستیم مسلم پیپر ورک، اگر قرار بشه در دادگاه حاضر بشیم مسلم پیپر ورک خواهیم خواست، یعنی اینکه بخوایم دیجیتالی باشه واسه مون سخته، چون سند واقعی رو باید نشون بدین. نه تنها اون، بلکه اگر بخوای دیجیتالی باشه به نظر من مشکل بعدی که پیدا می‌کنه که کامپیوترت هم موقع برقش بره یا یه ویروسی بزنه، از این لحاظه که دیگه نمیتونی تکیه کنیم بر حافظه به همه مطالب بگیم. حتی خب در دادگاه یکی از به صورت فاکتورهای مختلفی که ما داریم اینه که ما رو حافظمون رو خیلی تکیه میکنیم و با حافظه‌مون میریم جلو و میگیم این برگه کدوم کجا هست، ولی در نهایت پیپر ورک رو میخواد که وقتی با قاضی صحبت کنم که شما فهمیدین قاضی به قول سند رو من میخوام ببینم کدوم سند رو صحبت میکنی، اول پاراگراف با چی شروع میشه آخرش چی شروع میشه، شما نیاز داری که پیپر ورک رو داشته باشی به عنوان وکیل. این نظر منه. بله بله. باز همون بیشترین مشکلات بازم مشکلات خانوادگی ها دعواها، یا اینکه مثلا مال بیزینس کاتگورایز بکنین در 1, 2, 3, 4, 5 بیشتر مشکلاتی که مردم دارن چیه؟ آماری که من در دوران اوایل پندمیک شروع شد و برسم تا پارسال داشتم دادگاه خانواده بالاترین رقم رو مطرح میکرد و خب به دلیل که بیزنس ها خابیده بود، اگر شما مثلا ساختمونی نهشته باشی که بسازی و کارگری نشته باشی که به صورت چیز بکنی یا ساپلایری نباشی که بخواد جنس تحویل بده دعوایی مطرح نیست. خرید فروشی هم نشه دیگه، بیشتر دعواها بیشتر به خاطر اینکه خب وقتی کار نباشه خب جفت زن و شوهر تو خونن و اوه یه بحث دومه که شما داری مطرح میکنی. نه نه منظورم یه قسمته، میگم برای اینکه دعوای بیزینسی باشه
باید بیزینسی انجام بشه، دو طرف وارد قرارداد بشن، حالا یا قرارداد شفاهی باشه یا قرارداد کتبی باشه، و بر اساس اون قرارداد شفاهی یا کتبی که هستش یکی تخلف بکنه، بعد دادگاهی تشکیل بشه. چون تمام اینا نبوده، به اضافه کمش که شما فرمودین زن و شوهر هم در خونه بودن، شاید کانتکت بیشتری ایجاد میکرده، یا مسائل مختلف اقتصادی، مسائل مختلف روحی روانی، همه اینا میتونه تاثیر بذاره که پرونده به دادگاه خانواده ارجاع داده بشه. پس در ردیف اول نفر قسمت اول دعوای خانوادگی، دادگاه خانواده. والا خب بحث سیویل همیشه مطرح است که به هر صورت اگر قراردادی اجرا باید بشه و بیزینس برگرده به حالت نرمال، دعاوی حقوقی تو قسمت‌های مختلف قانونی هست و اجرا میشه. این خرید و فروش ها بینام که خیلی کم پیش میامد، باز هم مثلا مال خونه خرید و فروش نمیشد یا میشد؟ خرید و فروش در قبل اینکه دولت بیاد نرخ جدید رو اعلام بکنه و بخواد بازار روی مقداری راکت بکنه، خرید و فروش در سال گذشته خوب بود، پرونده های زیادی مطرح بود در خرید و در فروش. ولی خب امسال با توجه به پیش بینی که دولت کرده و نرخ بهره هم رفته بالا، بله نرخ بهره هم خاطر بالا، یه مقداری خرید و فروش رو کم کرده، تأثیری محسوسی رو بازار گذاشته، به سزا نیست ولی محسوسه. خب همین این رکود یه مقدار به وجود میاره نمیاره وقتی خرید و فروش نشه؟ به حسب من به عنوان وکیل قسمت قانونیش انجام میدم، قسمت اقتصادیش انجام نمیدم که بخوام نظر در قسمت اقتصادی بدم، ولی خب مسلمه که وقتی نرخ بهره بره بالا همه یه مقداری دست به عصا راه میرن. حالا بیزینس ها راه افتادن آقای دکتر؟ ببینید بیزینس ها دارن راه میفتن، پشت مردم باد خورده و انگار که میل به کار ندارن، ولی خب باید شروع کرد. نه بیزینس ها راه افتاده، ولی هنوز ما مثل یک جامعه، ببینید اولا که جامعه کرونا که اومد یک تأثیر روحی روانی گذاشت روی مردم، در نحوه خرید مردم تأثیر گذاشت، در نحوه پوشیدن مردم تأثیر گذاشت، یه مقدار زیادی رفتار افراد رو تغییر داد. خب اون باعث میشه که بعد از کرونا تا بخواد جامعه برگرده به حالت قبلیش یا به حالت جدیدتری به نوع دیگری، خب اینها تأثیر میذاره در قسمت های اقتصادی. تو قسمت خورد و خوراک مسئله خورد و خوراک هست، به نظر من مردم خریداشون هنوز دارن انجام میدن. بعد قسمت پوشاک و قسمت های دیگه است که خب اونها همه تحت تأثیر قرار میگیرن. آقای دکتر میدونی که اخیرا گفتن که میزان تورم بیشتر از مثلا بیش از 40 سال در طول 40 سال گذشته هیچ این تورمی نداشتیم و حدود 8% 8.8% تورم اینا بوده به خاطر همین کرونا. و الان مثلا ماشینی که میخواد بخره هیچ ماشین آماده نیست، یعنی بازار جهانی خیلی تغییر کرده. الان میره واسه 5-6 ماه دیگه میخواد یه ماشین نو بگیره، در اون موقع توی فروشگاه ها و نمایشگاه ها بود، بعد قیمت جنس و این حرفا بالا رفته، دلار آمریکا چیز بنزین ما که رفته بالای $2 هر بله. لیتر. خب ببینید میگم تاثیر نمیگنده به اصول قبلی، فکر نمیکنم. چرا همه چی امکان داره، نمیشه گفت 100% چیزی که نیست، اما تا چند اندازه‌شون نمیدونیم. ببینید بازار تحت تاثیر عوامل مختلف بوده، مثلا جنگ وقیانه‌ای که روسیه رونداخ علیه اوکراین، خب اون تاثیر زیادی گذاشته، بله، و منابع زیادی رو از غرب به سمت اوکراین برده، خب تمام اینا تاثیر میذاره، و به اضافه اینکه حمل و نقل بین المللی رو تاثیر قرار داده. یعنی ما عملا در یه موقعیت مثل کرونا هستیم، ولی نوع شکلش فرق میکنه، در یه بحران اقتصادی سیاسی جهانی هستیم که اونا میتونه در قیمت ها تاثیر بذاره و همچنین در رفتار افراد، و وقتی در رفتار افراد تاثیر میذاره، متاسفانه رو انسان ها تاثیر میذاره، بخش فامیلی لا رو میتونه تحت تاثیر قرار بده. بله اگر یه خانواده راحت زندگی میکنه که الان راحت زندگی نمیکنن، خب مشکلات ایجاد میکنه، بحث های مختلف ایجاد میکنه. هر کدوم از این مشکلاتی که میشه خود به خود میره به خانواده و فامیلی لا، به قول شما تاثیر میذاره، تاثیر مستقیم میذاره، به دلیل اینکه افراد متأثر میشن از این تغییرات، و این تغییرات در روحیه‌شون تأثیر میذاره، در
نحوه خریدشون تاثیر میذاره، در زمینهای مختلف تاثیر میذاره و اون باعث میشه که به اصطلاح چیز بشه، مشکلات ایجاد کنه. ولی مطلبی که وجود داره اینه که شکر خدا کانادا داره خوب پیش میره. به نظر من استان آنتاریوم که خوب داره خوب پیش میره، مردم تا برگردن به حالت عادی مقدار زیادی طول میشه، چون هنوز من خودم مثلا دفترمون هنوز ما آثار کرونا رو داریم، یعنی احتیاطاً هنوز ماسک اضافه تو دفتر هست، وسایل تمیز کردن دست هست، حتی ما هنوز تو بوردروممون که موکل میخواییم ببینیم هنوز این چیزای محافظتی هستش که مراقب باشیم که اگه کسی سرما خورده یا ویروسی داره به طرف مقابلش انتقال نده. حالا ممکنه از طرف من باشه به موکلم یا طرف موکلم باشه به من، هیچ کدومونم قصدمون نیست که ویروس داشته باشیم به دیگر اینقدر. یعنی ما هنوز متأثریم از اون دوران کرونا، فقط الان خوشحالیم که دیگه ماسک نمیزنیم، حداقل ماسک رو برداشتیم. که حالا رو بحث ماسک هم بعضی هنوز میگن باید ماسک داشت، بعضی میگن چیز که، ولی بحث ما هنوز تو اون دورانیم. یعنی هنوز دوران کرونا به نظر من هنوز تموم نشده. ما الان اگر عزیزان ما مسافرت میکنن به کشور آمریکا، هنوز باید واکسنای مخصوصی رو بزنن، یعنی میخوام تستای مخصوصی رو بدن یا واکسن مخصوصی رو داشته باشن. بله الان مسافرت که میگیرن باید، یعنی میخوام بگم که هنوز ما در حالت عادی نیستیم که بگیم که انتظاراتمون برگرده به حالت عادی. انتظارات الان من موکلان رو میبینم هنوز دست نمیدم به موکلا، یعنی معذرت خواهیم میکنم، میگم که مثلا هنوز ما در حالت قابل فهم دیگه متوجه میشن که آره میخوام این اصلا میگم ما هنوز به خاطر اینکه عادت کرونا داریم و دادن دست هنوز ملزمیم که آره نه تنها ممکنه مثلا معذرت خواهیم میکنیم. آره نه دلیلش هم نیستش که مثلا که از شما ممکنه بگیریم، ممکنه ما آلوده بشیم به شما پنهان. خب همین عرض میکنم ممکنه من گرفته باشم، یعنی اگه من با اگه موکل من میاد با یه نفر با من دست میده، ممکن در طول روز فقط با من دست باشه، ولی من اگه بخوام با همه دست بدم 20 نفر موکل میبینم در روز. اگه قرار بشه با همه دست بدم، ممکنه خدای نکرده یکی بگیرم به دیگری بدم و این چیز مناسبی نیست. ما راجع به امروز برنامه بود اصلا کلیات شد، من تا دیگه دقیقه آخره. آخرین سوال من اینه که داگ فورد دوباره نخست وزیر آنتاریو شد، علتش فکر کنید چی باشه؟ آیا خدماتی که در طول پندمیک انجام داده بود یا چیزی دیگه ای؟ ببینید داگ فورد رو میشه به این صورت تحلیل کرد که به نظر من در دوران پندمیک عملکرد خوبی داشت، یعنی کنار مردم بود و هر روز گزارش به مردم میداد، مثل مردم رفتار کرد، از اینکه کسی خصوصی بیاد موهاشو بزنه خودداری کرد. من یادم موهاش یه وقتی با زیادی خیلی بلند بود که واسه من قابل تقدیر بود و که مثلا این فرد مثل مردم میمونه، عین مردم داره عمل میکنه، کنار مردمه. وقتی که واکسن ها بود تلاش بسیار زیادی کرد که واکسن قابل ملاحظه رو برای مردم در استان آنتاریو بگیره. عملکرد وزارت بهداشتش خوب بود، محلهای خاصی رو گذاشت، مردم رو تشویق کرد، ترغیب کرد که واکسن بزنن. که من خودم یادم که با اینکه تو منطقه تورنهیل که خارج از تورنتو بودم زندگی میکردم، اجازه داد که ما در تورنتو بریم واکسن بزنیم و خب واسه ما تحصیلات بسیار زیاد و دیگه با همه افراد رفتارش به طور مساوی بود و سعی میکرد همدردی کنه. خب به نظر من تمام اینها یه چیزایی که مردم فراموش نمی‌کنن، یعنی یه چیزی نیست که من وقتی دیدم که واکسن رو دارن میزنن، داگ فورد کسی بود که وقتی که به سنش رسید و اجازه داد طبق پروتکل عمومی مثل افراد عادی کوالیفای شد، ایشون هم رفت مثل همه زد و اگه اشتباه نکنم تو داروخونه هم زد. من میخوام بگم که مردم میبینن، مردم حس میکنن، مردم میفهمن، قدردانی کردن واسه همین، برای همینم مردم به کسی رأی میدن که کنارشون بوده باشه، قدردانی میکنن. به نظر من یکی از دلایلی که داگ فورد رأی خوبی آورد، من اولی که ایشون اومد خوشبین نبودم به ایشون، یه مقدار با سوال بود واسه درسته، ولی عملکردش نتیجه هم داد و ولی دیدم که خیلی خوب بود. در موارد مختلف با دولت فدرال درگیر میشد که آقا مرزهای شما همینطوری دارن میان تو، حداقل یه واکسنی بذارید و وقتی واکسن میذارید درست بذارید. ولی مثلا خب دولت فدرال واکسن رو گذاشت با تأخیر، ولی عملکرد دولت فدرال در اون مقطع خیلی بد بود که تو فرودگاه وحشتناک اذیت می‌کردن مردم رو، به جای اینکه امکانات رو درست بذارن چیز بکنن. مسافر خسته وارد کانادا شده برای مسافرت بین دو ساعت تا
مثلا 12 ساعت به جایی که مناسب باشه. خب یعنی مردم تشخیص میدن، من که خودم میرم میبینم که برخوردهای دولت فدرال این بوده، برخوردهای دولت داگفورد این بوده، وقتی تفاوتها رو میبینم خب مسلمه که یه نظر دیگه‌ای پیدا میکنم به رفتارهای دولتی. برای اینم فرمایش شما کاملا درسته، مردم قدردانی کردن و با رأی بسیار بالاتری دولت رو خیلی خوب. این نظر منه، حالا امیدوارم که در دوره جدید هم بتونه خدماتش رو به جامعه کانادایی و مخصوصا آنتاریو انجام بده. از شما سپاسگزارم دکتر، امیدواریم که شب و روز خوبی داشته باشی، هفته خوبی داشته باشی. ما منم متقابلا از شما آقای زریمه و همچنین از بچه اتاق فربان تشکر میکنم و از که این فرصت داده شد که امروز هم در خدمتتون باشیم و امیدوارم که برنامه امروز مورد استفاده عزیزان بوده باشد. بله، هم از شما سپاسگزاری میکنیم تا هفته آینده، هم از شما و هم از بینندگان گرامیمون خداحافظی میکنیم تا برنامه بعد. خدا نگهدار. خدا حافظ.